الرحمن الرحیم. امروز در لکچر 14 مضمون دیتا استراکچر ما درباره بابل سورت الگوریتم و بابل سورت امپلیمنتیشن گپ میزنیم. قسمی که ما در لکچر 13 سورتینگ اپریشن و گپ زده بودیم، تشریح کرده بودیم و همچنان از مختلف سورتینگ الگوریتم و مختلف سورتینگ تکنیک ها اولیشه و یکیشه که عبارت از بابل سورت است معرفی کرده بودیم، روششه در بارش گپ زده بودیم که با استفاده از کدام تکنیک، با استفاده از کدام روش دیتای ما را یا یک انسورتد لیست ما را سورت میکنه. امروز کوشش میکنیم که با استفاده از یک مثال همو روش در یک الگوریتم بگیریم، در یک پروگرام بگیریم و عملی بکنیم. خب قسمی که ما گپ زده بودیم که بابل سورت دیتای ما را در چند تا پاسا یا در چند تا فیزا سورت میکنه و در هر پاس یا در هر فیز بابل سورت ادجسنت المنت های لیست را با خود مقایسه میکنه، اگر جایشان درست بود غرض نمیگیره و اگر خرد یا کلان بود جایشان را سویپ میکنه. با استفاده از این سیمپل روش و سیمپل تکنیک دیتا را سورت میکنه. خب مثلا من یک خرد مثال میگیرم تا که می روش بابل سورت بازم در یک مثال بگیریم و بعدا نمو روش تا الگوریتم میگیریم. قسمی که اینجا الگوریتم شما میبینید شاید در نور دیده باشین، اما کارهایی که ما در روش میگیریم در الگوریتم یک فرمت هست در پروگرامیشن امپلمنت میکنیم. سو فور اگزامپل، فرست اف اول I'll take a simple example. ما یک لیست ان آردر لیست جور میکنم یا به اصطلاح یک ایره را میگیرم که ان آردر آیتم سا داشته باشه. لیتس جسته که اگر این قسم یک ایره داشته باشیم که around 5 elements داشته باشه، that's 1, 2, 3, and 4. Location index اول 0, 1, 2, 3, و 4. For example, اینجا بازی از data item های وجود داره that is 14, let's just say 17, 5, 7, 4. فور اگزامپل یک قسم یک ان آرڈر لیست داریم، قسمی که میبینین آیتم ها منظم نیستن، نی به طریقی اسندینگ منظم هستن و نی هم به طریقی دیسندینگ. خب بابل سورت چی را میگه و چه قسم یک روش داره؟ در بابل سورت قسمی که ما گفته بودیم ما ای دیتا آیتم ها را دیتا آیتم های ادجسنت با هم مقایسه میکنیم و میبینیم که آیا جایشان باید تغییر شون یا نی. فرضا اگر قرار باشه که دیتا این دیتا را این آن آرڈر لیست ما به طریقی اسندینگ یا از خرد تا بزرگ منظم میکنیم، خب چی باید بکنیم؟ ما اولا این دو تا لوکیشن ها را با هم مقایسه میکنیم، لوکیشن صفر با لوکیشن یک مقایسه میکنیم، میبینیم که ریاد ایتمش باید چند شوان یا نی. با می ترتیب بعدن دوم با سیوم، سیوم با چهارم و چهارم با پنجم لوکیشن مقایسه میکنیم. خب اسکرین یک کمی بعدن شاید اپدیت شوان. خب آلی فرزان اگر ما بگویم که let me just take its passes and see how the data is sorted using bubble sort. First of all ما ایرا می فهمیم که total item کی جمع داریم، یعنی که value n ما کی است، that is 5. درست است؟ total ما 5 items داریم. Now if I want to sort this on our list, first of all ما چی باید کنیم؟ در از پاس اول که شروع میکنیم چیزی که در اندکس صفر است او رو با چیزی که در اندکس یک است مقایسه میکنیم، یعنی که ما میبینیم که A of صفر آیا خرد است از A of یک یا نیست، خرد و یا مساوی. فرضاً اگر خرد و یا مساوی بود باز ما چی میکنیم؟ هیچ غرض نمیگیریم و اگر خرد یا مساوی نبود بعدن ما جهش تغییر میدیم، ما ایره سوات میکنیم. یعنی که فرضاً اگر ما بگویم
په اصطلاح دیگه اگر بگویم که ایرا یکم ساده تر برایتان بکنم که اگر چیزی که در طرف راست است او کلان بود از چیزی که در طرف چپ است او کلان بود از چیزی که در طرف راست است، یعنی که اگر ما این دو تا لوکیشن با هم مقایسه میکنیم، لوکیشن 0 و 1، اینجا لفت ساید ما لوکیشن 0 است و رایت ساید ما لوکیشن 1 است. اگر این کلان بود از این قدم، it means that کلان ویلیو باید طرف راست بیاید. So we have to swap it. We have to change their locations. Else ما هیچ غرض نمیگیریم. این سیمپل روشی بابل سارت است که ما بار بار تکرار میکنیم و دیتای خودمون نصب میکنیم. خب فور اگزامپل اگر ما بیایم همین مقایسه را انجام بدم، فرضاً ما بار اول میایم این دو تا لوکیشن مقایسه میکنم، 14 را به 17 مقایسه میکنم، ما میبینیم که یا در جای درست هستند، it means they do not need to be changed، یا ضرور نیستن که تغییر شون به خاطر که 14 خورد از 17 است. خب ما باز چی رو به دست میاریم؟ ما 14 را در جای خود نوشته میکنیم، 17 هم در جای خودش میاید، بعدن 5، 7 و 4. درست است؟ کلی دیتا ما در جای خودشان میاد. به خاطر که در یک پاس و در یک کمپریزن ما تنها دو تا لوکیشن مقایسه میکنیم. آلی بار دوم که ما میکنیم، ما لوکیشن 0 با لوکیشن 1 مقایسه کردیم، آلی چیزی که در لوکیشن 1 است او رو با لوکیشن 2 مقایسه میکنیم، یعنی که یار دو باید مقایسه شوند. آلی وقتی که ما 15 را به 17 را به 5 مقایسه میکنم، we can see that 17 کلان از 5 است، یعنی که 5 باید پیش از 17 بیاید. So they have to change their places، یعنی که قسمی میایه که 14 در جای خودش، 17 و 5 جای خود تغییر میدن، یعنی که اینجا با جای 17 5 میایه و از با جای 5 17 میایه، 7 و 4 در جای خودشان میمونه. با می ترتیب آلی پیش میریم و 17 را به 7 مقایسه میکنیم. خب وقتی که ما ببینیم که 17 باید از 7 قد کلان تر است و جای خود باید تغییر بده، سو لیست ما چه قسم میشه که 14 5 ایر دو که جای خود تغییر بدن، اینجا 7 میایه و اینجا 17 میایه، and after that 4. با می ترتیب بازم میبینیم 17 را با 4، درست است؟ again 17 از 4 قد کلان است، so it should be at the last، 4 باید پیش از 17 بیایه، so they have to change their places. ما جایش تغییر میدیم، یعنی که 14 5 7 و ER2 جای خود تغییر میدن، اینجا میاید 4 و بعدن هم 17. تا آخر رسیدیم. این کمپریزن ها را شما ببینید، ما که کمپر میکردیم، اول این را کمپر کردیم، دوم، سوم و یام چهارم، چهار کمپریزن انجام دادیم. اوکی As you can see اینجا ما 4 کمپریزن انجام دادیم و در کمپریزن آخر، یعنی که در کمپریزن چهارم که بعد از کمپریزن دیگه نمیشه، به خاطر که تا آخر لیست ما رسیدیم، ما به یک نتیجه رسیدیم. و این نتیجه چی است؟ او است که ما کلانترین آیتم این لیست به آخرین پوزیشن رساندیم. درست است، 17 کلانترین آیتم در این لیست بود و ای به آخرین پوزیشن در این لیست رسید. و وقتی که ما یک قسم از اندکس 0 تا n minus 1، یعنی که تا اندکس 4 میریم و دو آیتم با هم کمپیر میکنیم تا اندکس آخر که برسیم، ما کلانترین آیتم به آخرین پوزیشن میرسانیم و این مکمل ستیپ هایی که ما گرفتیم یا رو ما یک فیز حساب میکنیم. It means that they are all counted in one phase. این رو ما پاس 1 یا فیز 1 گفته میتونیم. درست است، یک پاسی ما انجام شد. با می ترتیب ما می آیم و ای لیست خودک پیش می باریم، یعنی که حالی ایره ما دی حالت است. در کدام حالت است؟ که در اندکس صفر ما اگر ایره خود قسم گرفته باشیم، حالی ایره ما حالتی که داره 0 1 2 3 و 4. در اندکس صفر ما 14 داریم، در اندکس 1 5 است، در اندکس 2 7، در اندکس 3 4 و در اندکس آخر یا در اندکس 4 ما ویلیوی که داریم 17 است. خب آره، باز ما همین استپ هایی که گرفتیم همین کار را بعدا باز ادامه میدیم.
یعنی که ما باز از طرف لفت تا به رایت دو دو آیتم کمپیر میکنیم و میبینیم که چقدر سوپینگ انجام میشه یا نمیشه. یعنی که ما باز از لوکیشن صفر بر تا لوکیشن یک کمپیر میکنم و ایره میبینم که آیا یا باید جای خود تغییر بتن یا نتن. If they have to change a place, for example, اینجا ما میبینیم که 14 کلان از 5 است. یعنی که 5 باید پیش از 14 بیاد. So they have to change a place. ما جایش تغییر میتونم و لیست ما با ای فرمت میاد که اینجا 5 میاد و 14 در جای 5 میره، بعدن 7، 4 و 17 در جای خودشان. با می ترتیب بعدن پوزیشن ها و ویلیو هایی که کمپیر میشن، ما 14 را به 7 کمپیر میکنم و می بینیم که یا به جای خود تغییر بدن. Of course, because 7 has to be before 14. 14 کلان است. خب ولی اگه یار دوار جای خود تغییر بدن، 5 و 14 هفت که جای خود تغییر بدن، دی سوپینگ. سو 7 از باجای 14 میایه و 14 از باجای 7 میایه و بعدن 4 و 17 در جای خودشان میایه. با می ترتیب اگر ما دو پوزیشن بادی را کمپیر میکنم، یعنی که پوزیشن 14 را با 4 کمپیر میکنم، سو Do they again have to change their places? Yes, because اینجا 14 را که با 4 کمپیر میکنیم یا جای خود تغییر میتن، بخاطر که 4 باید از 14 کده پیش بیایه. So list ما با کدام شکل میرن؟ که 5, 7, 4 با جای 14 میایه و بعدنم 14 و بعدنم 17. درست است؟ یک کمپریزن دیگه مانده، بخاطر که ما باید 14 را به 17 کمپیر بکنیم. کانکشن اینترنت یک کمی ضعیف است، نوشته یک کمی دیر باد می آید، but you know، یعنی که از آواز من که میشنوین اینجا بادن ببینین. ولی این دو پوزیشن اخیرا با هم کمپیر میکنیم، میبینیم که آیا یا باید چینج شون یا نی. Do they have to swap؟ چون 14 خورد از 17 است، they do not have to swap. So لیست ما با کدام شکل میمانه؟ که اینجا میاد 5 5 7 4 14 17. اینجا ببینین ما باز چی کردم؟ 4 تا کمپریزن ده اینجا انجام دادم، یعنی که اینجا ما بار اول ای را کمپیر کردیم، پوزیشن 0 با 1، بعدن بار دوم پوزیشن 1 با 2 کمپیر کردیم، در سوم بار پوزیشن 2 را با 3 کمپیر کردیم و در بار چهارم پوزیشن 3 را با 4 کمپیر کردیم. It means I again repeated these 4 comparisons. 4 4 کمپریزن باز انجام دادم. یعنی که توتال چند کمپریزن شد در هر پاس و این مکمل چند شد؟ پاس 2 می باشد. This is پاس 2. دوم پاس شد. در هر پاس ببینین ما 4 کمپریزن می کنیم. N minus 1. اینجا در پاس اول ما 4 کمپریزن کرده بودیم تا که تا آخر برسیم، در پاس دوم ما 4 کمپریزن کردیم تا که تا آخر برسیم و نتیجه پاس دوم چی شد؟ که ما دوم بزرگترین ولی و در دوم آخرین پوزیشن جای با جای کردیم. It means that در پاس اول تا نا 17 سورتید بود، آلی 17 و 14 سورتید است. ولی اگر بخوایم دیگه ایتم ها رو سورت کنیم، سه ایتم دیگه مانده. So I have to repeat the same. امیر ادامه میتیم. یعنی که آلی لیستی که دارم در کدام شکل است؟ لیستی که آلی برای ما در دستی ما خورده است بعد از پاس دوم با این شکل است که 0, 1, 2, 3 و 4 در پوزیشن 0, 5 بعدن 7, 4 14 و 17 آمده. درست است؟ So I again need to repeat another pass. یک پاس دیگه را ما میگیرم. That is که ما باز پوزیشن 0 با 1 مقایسه میکنم. یک دو پوزیشن را با هم مقایسه میکنیم و میبینیم که آیا یا باید جای خود تغییر بدن یا نتن. چون 5 خورد از 7 است، they do not need to change their places. So ما نوشته میکنم که 5 It has to be 5, 7, 4, 14, and 17.
اوكي ليت ات لود. خب بایشکل بعدن ما باز چی میکنیم؟ دو پوزیشن بادی را یعنی آل هفته با چهار مقایسه میکنیم. So they have to be compared. بعد از کمپیرزن از ما میبینیم که آیا هفت با چهار باید جای خود تغییر بده؟ یعنی of course because چهار باید پیش از هفت بیاره. So the list should be 5 and 7 and 4 has to swap. So instead of 7 there has to be 4 and instead of 4 there has to be 7. Again 14 and 17. بایشکل. اور باز ما چی میکنیم؟ بعدن ما هفت با 14 مقایسه میکنیم. So I'll compare this 7 with 14. وقتی که کمپریزن ما انجام بدیم we can see that they are in the correct position. They do not need to swap. به خاطر که هفت خورد از 14 است. وقتی که خورد بود ما swap نمی کنیم. So the list would be 5, 4, 7, 14 and 17. Let it load. لیست به همی حالت میمانه که 5, 4, 7, 14 و 17 میمانه. حالی یک کمپریزن دیگه مانده که ما این کمپریزن هم انجام بدیم. That is که ما 14 را به 17 کمپیر کنیم و ببینیم که یا به جای خود تغییر بدن. Of course not. بخاطر که یا بیشتر سورت شده بودن اینجا بالا ببینین. درست است؟ خب اگر ما بازم همه کسیم regularly دام آمیدیم so the list should be 5, 4, 7, 14 and 17. درست است؟ باز شما ببینید که ما چی کردیم؟ یک پاسی دیگه را مکمل کردیم. و این پاسی چندومی ما شد؟ This is پاس 3. پاسی سومی ما شد. دوی پاس هم ما یک، دو، سه و چهار تا کمپریزن کردیم. و نتیجه چی شد؟ این چهار تا کمپریزن که ما کردیم؟ یک، دو، سه، چهار. این نوشته کمی دیرتر می آیم. خب نتیجهش این شد که ما آلی سه آیتمی لیست چی کردیم؟ سورت کردیم. یعنی لیست ما آلی تا پوزیشن سیوم سورت شد و سیومین کلانترین ویلیو در سیومین آخرین پوزیشن ما رسید. درست است؟ آلی باز ما ادامه میتیم بخاطر که جبی ببینیم تالی لیست ما سورتید نیست. چهار باید پیش از پنج بیاره. ما تنها تا ایجا گارانتی سورتینگ اکنده میتونیم because we have taken three passes و the سه پاس سه آخرین ویلیو سورت میشن. درست است؟ So one other pass or one next pass is required. یک پاس دیگه ضرور است که ما بگیریم. آل لست ما در حالتی که است و چی است؟ که ما لست خود دی حالت داریم که فرزن اینجا در پوزیشن 0-5 است، بعدن 4 است، 7، 14 و 17 است. دی حالت قرار داریم. حالا ما باز همی کار ادامه میتونم و یک پاسی دیگه را میگیریم. در ایست که ما باز این دو لوکیشن را با هم مقایسه میکنم و میبینیم. آیا باید جای خود تغییر بدن؟ Yes, of course. So, چون 4 باید پیش از 5 بیا یا جای خود تغییر میتن و لست ما ای شکل اختیار میکنه که 4 با جای 5 میای و 5 با جای 4. And the rest is itself 7, 14 and 17. And after this ما دو تا ویلیو های بادی را مقایسه میکنیم. یعنی که 5 با 7 مقایسه میکنیم. Do they have to change? No. خب یا که خود جای خود تغییر نمیتن لیست ما چه شکل میگیره؟ 4, 5, 7, 14 و 17. بعدن دو پوزیشن بادی را مقایسه میکنیم 7 با 14. So the list should be 4, 5, 7, 14 and 17. و باز هم ما یک کمپریزن اخیری را میکنیم که 14 را با 17 مقایسه میکنیم. و یا به جای خود تغییر بدن؟ No. So the final list should be 4, 5, 7, 14 and 17. And if you see this, now it is a completely sorted list. یک مکمل sorted list. خب ایجا اگر شما ای را observe کرده باشین we have completed another pass. ما وقتی که ER 4 comparison انجام دادیم ما یک پاس دیگه را مکمل کردیم and this is pass number 4.
پاسی چندم شد؟ پاسی چهارم شد. اوکی، دهی پاسی چهارم ببینید، ما یک کمپریزن، دو کمپریزن، سه کمپریزن و چهار کمپریزن انجام دادیم. یک، دو، سه و چهار. و نتیجه چی شد از این پاسی چهارم؟ خب تا پاسی سوم ما تا سیومین آخرین پوزیشن از طرف آخر ما سورت کرده بودیم. در پاسی چهارم ما چهارمین کلانترین ولی و در چهارمین آخرین پوزیشن رساندیم، یعنی که تا اینجا لیست ما سورت شد. لیست ما از اینجا تا به اینجا سورت شده است. درست است؟ یعنی که از اوکی، let the writing come on screen. خب لیست مالی تا پوزیشن چهارم سورتد شد و ما وقتی که کل آیتم های خود سورت کردیم، یعنی که در یک لیست که مکمل پنج آیتم داره، تا پوزیشن چهار که ما سورت کردیم، پوزیشن پنجم اتوماتیکلی سورتد است، یعنی که اتوماتیکلی در جای خود می آید. سو نتیجه چی شد که ببینید وقتی که ما یک لیست که توتال پنج المنت داشت، ان ویلیوش چند بود؟ پنج. وقتی که قسم یک لیست ما سورت میکنیم که توتال پنج المنت داره، ما چند پاس رو باید بگیریم؟ ببینید، پاس اول، پاس دوم، پاس سوم و یم پاس چهارم، توتال چهار پاس. یعنی که توتال چند پاس باید گرفته شود؟ اگر این پنج بود، توتال ما چهار پاس گرفتیم. سو در جنرالی ما گفته میتونیم if we have n elements in a list and we want to sort it using bubble sort, so the total number of passes would be n minus 1. یعنی که یک لیست که n item داشته باشد، در bubble sort ما باید n minus 1 passes بگیریم تا که او لیست مکمل sort شود. n minus 1 passes are required. و دوم گپ، n minus 1 passes. اوکی، دوم گپ، در هر پاس اگر شما ابزرو کرده باشین، ما چند چند کمپریزن انجام دادیم. ببینین در این پاس چهارم یک، دو، سه، چهار کمپریزن. با می ترتیب در پاس سوم هم یک، دو، سه، چهار کمپریزن انجام شده. با می ترتیب در پاس اول، در پاس دوم. یعنی که در هر پاس چند تا کمپریزن باید انجام شوند؟ Again, there has to be n minus 1 comparisons in each pass. درست است؟ ای یک regular way or the general way of sorting an unordered list using bubble sort است. But it could be optimized. Optimized شده میتونه، efficient شده میتونه. بخاطر که شما اینجا observe کردین که ما در اکثر جایا pass comparison require نبودن. But we did it. قسمی که اینجا ببینین. فرضاً اگر ما پاس بیایم در پاس اول. در پاس اول ما گفتیم که ما 7 را در جای خود رساندیم، کلانترین ویلیو در آخرین پوزیشن رسید، that's okay. باز در پاس دوم چی نیاز بود که من اینجا با 7 بازم مقایسه میکنم؟ نیازی نیست، بخاطر که ما در پاس اول مطمئن کردیم که ای در جای درست است. باز اینجا نیاز نبود که ای کمپریزن ما انجام بدیم. با می ترتیب در پاس دوم ما گفتیم که it is confirmed that second largest value will be in the second last position. دوم کلانترین value در دوم آخرین موقعیت آمد، ای سورت شد تا اینجا. باز چی نیاز بود که من اینجا در پاس سوم با همی value 14 مقایسه میکردم؟ ما بعدا با 14 را به 17 مقایسه کردیم. So this is not required. با می ترتیب در پاس چهارم ما گفتیم که در پاس سوم تا پوزیشن سوم آخرین پوزیشن سوم ما سورت کردیم، یعنی که 7 14 17 سورت شد. باز در پاس چهارم چی نیاز بود که ما به 17 مقایسه میکردم و باز 7 با 14 مقایسه میکردم، 14 را به 17. اینجا ما 3 تا ناک کمپریزن گرفتیم، بالا ما 2 تا ناک کمپریزن گرفتیم، از اون که بالا 1 تا ناک کمپریزن گرفتیم. سو دیس متد این دیس تکنیک این دیس الگوریتم کود بی اپتیمایزد. اپتیمایز بوده میتونه. فرست اف آل ما با می شکلش ای را اول میبینیم و بعدا بالا اپتیمایزیشنش کار خواهد کردیم. سو این طریقه را که شما دیدین این بنابر یک الگوریتم تهیه شده و این کارهایی که ما کردیم یه خودش چی است؟ بنابر یک الگوریتمی که یا شما میبینین
دیز آر دا سیم سٹیپس دیٹ آی ٹوک. واز امی خاطر ما هیچ سٹیپ نه ماندم گرچه ما می فهمیدم کی کمپریزن باید نشه. But if we are following the algorithms, so we have to do it because computer will perform it. درست است؟ خب فور اگزامپل یک الگوریتم برای ما چی میگه؟ الگوریتم شما ببینین همین استپ هایی که ما گفتیم امیرا میگه. فرست اف آل میگه که یک کانتر ویریبل باشه. درست است؟ و او کانتر ویریبل سیت آی کی اس که از صفر شروع شده است. به خاطر یک لوپی را گرفتیم تا کجا بره؟ تا که خورد از n باشه. درست است؟ به خاطر که توسط لوپ ما پاس ها را ریپیت میکنیم و باز در داخل پاس که رفتیم ما باز یک ویریبل لوپ میگیریم، کانترش از صفر شروع میکنیم و تا که خورد از n ماینس 1 بود ما مقایسه میکنیم تا که در داخل پاس ما کمپریزن انجام بدیم. درست است؟ و او جا ما در کمپریزنی را میبینیم اگر ویلیوی طرف دست چپ یعنی که a of j or a of 0 هر چیز که بود اگر این کلان بود از ویلیوی که در دست راست وجود داره باز ما سواپینگ میکنیم. این سی استپ برای سواپینگ است و اگر نبود ما هیچ کاری نمیکنیم. درست است؟ So this is the general algorithm. دو تا نستد لوپ هستن و یک if condition. That is که اگر ما اینجا برای تان امپلیمنت کنم for example ما میایم و اینجا همی algorithm implement میکنیم. What does the algorithm say? Algorithm چی میگه برای ما؟ The algorithm says first of all initialize a counter variable from 0 and repeat step 3 and 5 until i is less than n. یعنی که اینا شما the while loop میگیرین the for loop میگیرین. ما simply یک for loop میگیرم. این هدف یزی است که یک for loop باید باشه. درست است؟ و the for loop counter variable یعنی که integer i از صفر شروع شود تا کجا بره؟ تا که i خورد از n باشه. It means till i less than n. و اینا شما می فهمید چی است؟ n یعنی که total number of elements in the list, total number of items. شما اگر بالا بیاین the list فرضاً اگر این list ما بگیریم the list total number of elements چند هستن؟ 5. یعنی که n ویلیوش 5 است. And in the program, agar point the program ma miyayum, wo je megum ki i less than n, it means i less than 5. Yani ki agar mushakhasan ba mi list ma ira jor mikunum, wo ira fix ma bigirum, az ba jay n, i less than 5. Less than 5 chan misha? 4. Yani ki total chan pos baid bashan? Less than 4? 3. Durust az, wa 0 to 3 chan miyaya? 4 passes miyaya. Durust az, and then I'll say, baad azi, i plus plus. این لوپی ما شد به خاطر پاسا. I'll just close it here. درست است؟ اینجا ببینید فرضاً این لوپ ما رن میکنم براتون. ویلیوی i گرفتم. I'll just run it here. اینجا ما رن میکنم که ویلیوی i گرفتیم چند از صفر شروع کردیم و تا که خورد از پنج بود تا وقت باید تکرار شود. خورد از پنج یعنی که سی آخرین ویلیو سی یعنی که بار اول آی چند است؟ صفر است. درست است؟ آی که صفر بود داخل می آییم یعنی که آی صفر به خاطر پاس اول یعنی دهی پاس اول ما چی وقت می آییم؟ اوکی دهی پاس اول ما چی وقت می آییم؟ وقتی که ویلیو آی صفر بود. درست است؟ وقتی که ویلیوی آی صفر بود بعدن ویلیوی آی یک میشه. ویلیوی آی که یک بود ما پاس دوم انجام میدیم. درست است؟ ویلیوی آی که یک بود پاس دوم میایه. بعدن ویلیوی آی دو میشه. ویلیوی آی که مساوی با دو بود پاس سوم انجام میشه. بعدن ویلیوی آی سه میشه و ویلیوی آی که سه بود پاس چهارم انجام میشه. درست است؟ و بعدن ویلیوی آی 4 میشه. ویلیوی آی که 4 شد این کندیشن فالس میشه. کندیشن که فالس شد بعد از این لوب تکرار نمیشه. یعنی که از این خاطر ما اینجا گرفتیم تا وقتی که آی 0 شروع شود تا وقتی که آی خورد از 5 بود. خورد از 5 4. درست است؟ یعنی که خب این 5 نباید باشه. n minus 1 هستنی n minus 1 اینجا چند میایه؟ 4 میایه. خورد از 4 بود. خورد از 4 چند میشه؟ 3 میشه و آخرین ویلیوی آی هم 3 است تا که ما 4 بار این پاس ها را تکرار کنیم و از 0 تا 3 4 پاسز مکمل میشه. خب این خب به خاطر پاس ها شد. وقتی که ما
در داخل یک پاس میشیم، ما چی میکنیم؟ چهار بار کمپریزن میکنیم. شما بالا بیاین، در هر یک پاسی یکی میاین، ببینین فرزند در پاسی چهارم، چهارم وقتی که ما در پاس رسیدیم چند کمپریزن باید شود؟ ای پوزیشن اول با دوم کمپیر میشه که یک، پوزیشن دوم با سوم میشه دو، پوزیشن سوم با چهارم میشه سه، پوزیشن چهار با پنج میشه چهار. یعنی که در هر پاس ما باید چهار چهار کمپریزن انجام بدیم، به خاطر ازی باز ما یک لوپ نیاز داریم. سو آی تک انادر لوپ انساید ایت، یعنی که یک پاس که آمدیم در داخلش ما چهار کمپریزن میکنیم، به خاطر ازی من در داخلش یک لوپ میگیرم، which is for integer j از صفر شروع میکنیم تا چی وقت؟ تا که j خورد از n ماینس یک بود، درست است؟ و در j یک یک اضافه میکنیم. این سمیکالن است، سمیکالن j پلس پلس. یم باڈی لوپی دومی ما، درست است؟ خب اینجا می ره کمی جنرک میگیرم تا n ماینس یک، چهار نمیگیریم تا که یه جنرال الگوریتم باشه برای هر سایز لیست باید کار بکنه، درست است؟ ای را ببینیم، در داخل یک پاس که ما آمدیم باز چند بار کمپریزن باید شود؟ جی را صفر شروع کردیم تا که جی خورد از n ماینس یک بود، n ماینس یک یعنی که چهار، و خورد از n ماینس یک یعنی که سه، از صفر تا سه چهار کمپریزن میشه، درست است؟ آلی میاییم در داخلی ازی ما کمپریزن هم میکنیم. کمپریزن هم چطور میکنیم؟ ما میگیم که اگر اینی ستپ است، گیره ببینیم در الگوریتم، اگر لیست ما فرزن ما بگویم که A نام داشت، Area of A، اگر A of J یعنی که ویلیوی دست چپ ما، اگر این کالون بود از A of J جمع یک یعنی که ویلیوی دست راست ما، باز چی باید شود؟ در داخل این کندیشن اگر یک گپ واقعیت داشت که چیزی که در پوزیشن دست چپ است او کالان بود از چیزی که در پوزیشن دست راست است، ما باید بازی چی کنیم؟ سواب کنیم، یعنی که یه دو ویلیو با خود تبدیل کنیم. حالا شما اکسچنج ویلیو بیتوین تو ویریبل الگوریتم در اوایل مضمون خواندین که چطور سواب میشه. سه استپ داره، این سه استپ، اینجا مو سه استپ ما ایمپلمنت میکنیم، درست است؟ یعنی که چطور از بجای سواب میجا نوشته میکنم چیزی که در ای ای آف جی است، فرزن اگر بگویم که ای آف صفر و ای آف ای جی جمع یک یعنی که ای آف یک است، ای ار دو که ویلیو خود تغییر میتن، چطور میتن؟ ما اول ویلیو ازیر در یک تمپرر ویریبل میمانم، ایجا شما ببینید، بعدن ویلیو ازیر در ای میمانم و بعدن ویلیو از تمپرر ویریبل گرفته در ای پس میمانم. So the swapping is که من اولا یک تمپ ویریبل میگیرم و ویلیو A of J را در اوجا میمانم، بعدن چون A of J خالی شد، J ویلیو سکیور شد، ویلیو A of J جمع یک در A of J میمانیم. So A of J مساوی میشه با A of J جمع یک به شکل، و بعدن هم خب ویلیو ازیره که بایی دادیم، درست است؟ بایی چی میایه؟ با A of J چی می آید؟ چیزی که در A of J بود و او را در تمپ ماندیم، سو از تمپ پس گرفته با A of J می دیم، A of J جمع یک می دیم. سو A of J جمع یک مساوی می شه با تمپ. This is ای تری ستیپ ها بخاطر سوپنگ هستن. It means swap the value از پوزیشن دست چپ با پوزیشن دست راست، value باید بدل کنیم. And that's it. ای کار که ما انجام بدیم، ما ای الگوریتم ایمپلمنت کردیم. This is the implementation of this algorithm. و مثالش شما بالا دیگه دیدید. If you run this algorithm on this example, you will get the same result. Same result شما خواهد گرفته. یعنی که بیاین یه الگوریتم رن کنیم. خب ایجا ما باید پایین و بالا برم. You could put it in the notebooks. One next to another and you can compare. شما در کتابچه ای الگوریتم در یک طرف مانده میتونین و در دیگه طرف شما compare کرده میتونین. You will see a much better result. درست است؟ خب that's it for today's lecture. شما همه قسم یک دوسری مثال بگیرین و بعدا ای پروگراما بالا یک مثال رن کنین. You will get the desired results.